دکتر شما، نخستین کانال اختصاصی طبی در افغانستان. هموطنان عزیز سلام، من دکتر قیس نیزاد هستم، متخصص امراض داخله. امروز من میخوام در مورد ازی بر شما صحبت کنم که از دید یک دکتر داخله کدام امراض میتونه باعث خارش های متکرر در پوست شود. بعض اوقات اینان این سیگمنت که مطرح شود طبیعی است که زیر از یک سلواکنش ها موجود میباشه. دکتر صاحب جلدی شاید انتقاد کنن که الان دکتر قیز در مرکولوژی دزد. نه خیر، ما پس رو دیدیم گفتم کدام امراض سیستمیک و امراضی که مربوط یک جنرال پرکتیشنر میشه باعث ازی میشه تا فرد خارش متکرر را در پوست خود داشته باشه، نه امراض جلدی. امراض جلدی شد دکتر صاحب جلدی میفهمه دیگه. خب ابتدا خارش یک عرض است. خارش یک عرضی هست که در سیر امراض مختلف جلدی و امراض سیستمیک امکان داره در نزد یک فرد وجود بیاید. این خارش از جمله اعراض خیلی معمول هست در دنیا. آماری که گرفته شده بعض اعراض هست که خیلی معمول هست، مثلا سنگدلی بسیار اگر از معمول هست، کمندلی بسیار اگر از معمول هست، خارش هم از جمله این همی رقم اعراض هست. وقتش بسیار زیاد است، مریضایش بسیار زیاد است و اکثر مریضازی رنج میبرن. از لحاظ کیفیت زندگی کسایی که خارش مزمن و خارش متکرر داره، کیفیت زندگی از اینا معادل یک فرد است که زیر دیالیز قرار داره و ما زندگی هم چندان لذت نمیبره، این مریضان به زهر نمیبرن. خارش یک عرض ناراحت کننده است و بعض اوقات آنقدر امکان داره شدید باشه که فرد وقتی که میخاره چاپش در قسمت های پوستش باقی میمونه که به نام اسکرچ مارک میگن یا اکسکوریشن اگر اشتباه نکنم. خب وقتی ما خارش مزمن و متکرر از لحاظ بتر مثال این اتمامت مورد از جوی قرار میدیم، خارش ها امکان داره در سیر آفات پوستی ایجاد شده باشه ای که در سیر آفات سیستمیک ایجاد شده باشه. امراض مختلف پوست که مترافق با آفات ابتدایی و ثانوی است، یعنی مریضا در پولی از اینکه پرایمری لژن ها می داشته باشن، سکندری لژن ها می داشته باشن، امکان داره مکول داشته باشن، امکان داره پپیول داشته باشن، امکان داره پیستول داشته باشن، امکان داره ویزیکال داشته باشن، امکان داره به طور مثال اکسفولیشن داشته باشن، امکان داره به طور مثال اکسکوریشن داشته باشن، امکان داره مریضا به طور مثال کدام بولا داشته باشه، امکان داره مثلا کدام ویل داشته باشه. این دفعات مختلف به پوستشان در پولی که وجود می آید به پولی از اکثر از این دفعات خارش می داشته باشه. امراض مختلف پوست وجود دارن، مثلا مریضایی که درماتایتیس دارن، التهاب پوست دارن، اتوپیک درماتایتیس دارن، کانتاکت درماتایتیس دارن، مریضایی که به طور مثال اسکبیس دارن، مریضایی که پدیکلوسیس می داشته باشن، مریضایی که به طور مثال انسکت بایت می داشته باشن، اشراک زیدیشن، مریضایی که سورایسیس می داشته باشن، مریضایی که یورتیکاریا می داشته باشن، اینا همش خارش رو تجربه می کنن. این موضوعش نه مربوط ما هست، نه ما در این مورد بحث میکنیم، نه در این مورد معلومات داریم. درماتولوژیست دکتر جلدی میفهمه و کارش با امولینت هایی که توصیه میکنن، امولینت هایی که توصیه میکنن، استروید هایی که توصیه میکنن و اهتمامات به طور مثال دوایی که توصیه میکنن، انتیسیمینیک هایی که توصیه میکنن و سایر فاکتورهایی که پیششان موجود هستن و استروید های فنی که بیتن. بعضی از امراض سیستمیک وجود داره که مریض در پالوی صورت تشنجات امکان داره خارش مزمن یا کرونیک پرورایتیس تجربه کنه. این نقطه قابل توجه است و این مربوط ما میشه و ما به جرأت میتونم در مورد ازی صحبت کنم، کسی اعتراض کرده نمیتونه. مریضایی که تایری دیسفانکشن میداشته باشه، بی نظمی و بی 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 تشوش وظیفه در غده تایراید، چی به شکل پرکاری غده تایراید باشه چی به شکل کمکاری غده تایراید باشه، مریضا در پولوی دریافتهایی که میگیره خارش پوست هم میداشته باشه. مریضایی که هایپر پاراتایرویدیزم دارن، خدمات پاراتایرایدشان که در پشت غده تایراید است از حالت نرمال بیش فعالی داره خارش دارن،
کسایی که گاوتی آرترایتیس یا نکرس می داشته باشند و میزان یوریک اسید در خونشان بلند است، در پوری که درد در مفاصل دارد، دردشان کتی گرفتن گوشت زیاد میشه، دردشان کتی گرفتن به طور مثال چیر زیاد میشه، دردشان کتی گرفتن غلنجات زیاد میشه، امکان داره درد به شکل مهاجرتی باشه، امکان داره مریض به طور مثال یک دفعه درد داشته باشه، یک دفعه نداشته باشه، در پهلوی دریافت های کلینیکی دیگه امکان داره خارش داشته باشه. کسایی که آفات خون می داشته باشه، مثلا مریضایی که کم خونی کم بود آهن دارن، مثلا مریضایی که لوکیمیا دارن، مثلا مریضایی که مایل پرولیفریتیو دیسوردر می داشته باشن، ماخ عظمشان بیش فعالی داشته باشه، اینا امکان داره خارش داشته باشن. خارش پیش مریضای شکر تحسس میکنن، خارش پیش مریضای ایجاد میشن که پرفیرل نیروپاتیس داشته باشن، تشوش در سر اعصاب محیط داشته باشن. خارش پیش مریضای ایت امکان داره ایجاد شده، خارش پیش مریضای ایجاد شده که مثلا به بندش طرق صفراوی از باعث سنگ داشته باشن. خارش اکثر اوقات امکان داره پیش مریضای زردی تحسس کنن و خارش امکان داره در سر فلج گرده ها بوجود بیاید، خارش امکان داره در سر فلج جگر بوجود بیاید. این موضوعات شده که مربوط دکتر جلدی نمیشه، اینا آفات سیستمیکی هست که در سر از امکان داره مریض کرانی پرورایتس یا خارش مزمن داشته باشن. خب اولا در لنکاز مهم، اگر آفات پوست داره و مریض مترافق با خارش این دفاعات جلدی ابتدایی و ثانوی داره، یه ریفر میشه به دکتر درماتولوژیست، نمیت لژن تثبیت و بساس از زود پیش مریض اپروچ هایی تو ببین پیاده میشه. خارشی که در سیر آفات سیستمیک به وجود آمده باید عامل تداوی شده، پرکاری خود تایراید تای یوریا درک برزیاد داده میشه، کمکاری خود تایراید تایریکسین داده میشه. مریضایی که از باعث فلج گرده دارن خارش تداویش دیالیز است. مریضایی که از باعث فلج و تر مثال جگری خارش پیششون ایجاد شده تداویش نالوگزام و نالوتریگزام است. مریضایی که به تر مثال از باعث نیوروپاتی پیششون خارش ایجاد شده باشه تداویش ترایسیکلیک اند دپرسانت و به تر مثال پریگابالین و گاباپنتین است. مریضایی که مثلا از باعث یوریک اسید بلند بودن یوریک اسید خارش پیششون ایجاد شده باشه تداوی ازی مثلا یوریکوز یوریک اجنت است، فیبوکسوستات آلپرینول برای مریضا توصیه میشه. مریضایی که مثلا از باعث استفاده دوای فشار مثل کلسیم چنل بلاکر برشان پیش خارش ایجاد شده باشه یا از باعث به مثال دوای ایس انهیبیتور پیش مریضا خارش ایجاد شده باشه، مهم نیست که دوا استای که در قطع و بیوست بدین شروع شده. مریضایی که از باعث کمخونی پیششان خارش ایجاد شده باید با استفاده از آهن و تر مثال خوراکی آهن زرقی کمخونیشان تداوی شود. بعض واقعاتی که مزمن هست با استفاده از دواهای انتی استامینیک، با استفاده از دواهای ترایسیکلیک انتیدپرسانت، با استفاده از دواهایی که منشی عصبی خارش اصلاح کرده میتونن، چرا اکثر اوقات امکان داره خارش در سیر آفات روحی و روانی ایجاد شده باشه. مریضایی که استراب دارن، مریضایی که افسردگی دارن، مریضایی که به طور مثال شیزوفرنیا میداشته باشه اکثر اوقات از خارش های پوستی رنج میبرن و اختلالات روحی پیششون موجود است. با استفاده از تداوی با مرتازپین که از جمله نان سپسیفیک انتی دپرسانت هست ما امکان داره این موضوع رو پیش از یاد اصلاح کنیم، ولی مریضایی که خارش دارن اونقدر از دکترهای خود راضی به نظر نمیرسن، چرا تداوی و شکن سازی از این اندکی مشکل است. فراموش نشه که یکی از فاکتورهای مساعد کننده به خاطر خارش مزمن در سیر آفات پوستی پوست خشک است، جلد خشک. کسایی که جلد خشک داره خشک کنن با استفاده از ایمولینت های مختلف جلد خود مرطوب نگاه کنن و اگر مترافق با خارش دفاعات جلدی دارن با دکتر جلدی مشوره کنن، اگر خارش در سر امراض سیستمیک تحسس پیششان کده با دکتر مشوره کنن تا عامل تثبیت و برای تزیین خارش های مزمن در نزد از اینها مورد تداوی قرار